اومدم. خود زرده کردی؟ دختر به این کاری کی داره؟ بگی بوس لوس. خوب موقعی تشریف آوردین خانم، همه کارا تموم شده. شرمنده اخلاقتون. خیلی نامردی، دو ساعت دیر اومدی حالا هی میگی شرمنگی اخلاقتون. مثلا تو بانی اصلی این کارای هیئتی. پوری جان زعفران رو بیاد، هر کی هم نیاد بره بیاد سر دیر. بفهم يحول بينه وبين السماء العباس إن قابل شجنة الله عبد الله سيارة صلوات اللهم صلوات محمد ولي محمد بل من هر چه گشتم ببینم این جمله معروفی که میگوین ابا عبدالله از این مردم کم اسقونی شربتم من الماء یک جرعه آب به من بده من ندید حسین نبود کسی که از اون مردم چنین چیزی طلب بکند
الو الو، خب حرف بزن، حرف بزن آقای محترم، حرف بزن خانم عزیز، دارم میشنوم. کلافمو کردی، هر خری کردی حرف بزن نریزی. مامان جان رفتن عشق و صفا، به من فوش میدی؟ خفه شو آشغال، تو کی هستی؟ الو، کسافت کسافت، الو. سلام هوری موری، خانم سر چیونه خبر از ما نمیگی؟ سلام کتی، خوبی؟ گفتم الان در حال سینه زنی و خوردن آش داغ. چی؟ آش داغ خسیس بر من کنار گذاشتی؟ خب حالا ببین جونم، اگه بخوایم شمارمونو بدیم کنترل، بابات میتونه ترتیبشو بده؟ چیه مزاحم داری؟ آره پسر دختر زنه مرده، امشب فهمیدم یه دختره. وا چه با حسرت، حالا که فهمیدی پسر نیست میخوای پدرش. خیلی خوب لوس کتی، من بعدم بهت زنگ میزنم. خدافظ. علیکی سلام. سلام، رفتم دنبالت. چیه؟ دلکندی؟ موبایلتون خاموش بود. ایوا، آره خاموشه. رفتی یکی از شاگردای شهرستانیم زنگ زد، طفلک حالش بد بود، میخواست بره بیمارستان. طفل معصوم، پولم نداشت. جدن تو بیمارستان آدم دلش میگیره. چادر نوعتون خیس شده. چند وقت من گذاشتی سر کار حرف نزدی، حالا بری زر میزنی. زود عصبانی نشو عزیزم، هنوز خیلی زر دارم بزنم. خب ماما تشریف آوردن، حالشونم که خوبه. به تو مربوط نیست. آشغال کسافت، یه بار دیگه اینجا زنگ بزنی پدر تو در میارم. فکر میکنی شما رد اینجا نمیفته؟ هر غلطی دلت بخواد میتونی بکنی. مامان من نجیب تر از این حرفاست. ولی خانم نجیب به دخترش میگه این آقا سیروس چند سال از تو بزرگتره، صلاح نیست باهاش ازدواج کنی. ولی مادر نجیب خودش میره با سیروس خان صفا. غلط کردی نجیب، کسافت. الو الو، سلام خانم، ببخشید این شماره رو آقا سیروس. بله میدونم، حکمم به تو هم قول داده بگیرتت. بله. خب شما تلفنی آدرسی چیزی ازشون نداریم به من بدین؟ نه جونم، هیچ خبری ازش نیست. والا خدا میدونه من ندیدم به شش خودم، اما همسایه‌ها میگن یه بیوه زنه
هم زن خونه داره هم ماشین. آقا بعد به خیر شد دختر جون، تو هم برو دنبال بخته. چرا آدم اهل زندگی نیستن؟ برو مادر برو خیام تو آقا زیاد نزدیک ماشین نشین، متوجهمون میشن. ای ازش جا موندیم آقا، رفت. لا اله الا الله. خانم من اهل دردسر نیستم. دردسر کدومه؟ مادرمه. من نماری رو قانون حلالم. آقا تو رو خدا یه ذره تندتر بریم. اصلا میزنم بغل پیادش خانم. کره همین خدا بیامرز پدرتون، که شما خیلی اعتماد داشتین. دینه بدن است خانم. بله بله. اینم ماشین خانم. خیلی خوش اومدید. مواظب خودتون باشید. خیلی لطف کردید. خانم سلام برسونید. چشم حتما. حتما سر روز دیگه تشریف بیارید دیگه ماشین رو ببینید. حتما. کجا داری میری؟ شیشه رو بده پایین. دنبالم راه افتادی که چی؟ مچمو بگیری؟
نمیبینی چقدر خورد شدم؟ تا قبل از اینکه خبر باباتو بیارن اینجوری نبودم. بعد از اونم هر کی گفت چه قشنگی، زدم تو پوزش. گفتم دختر دارم، فردا مردی که چشم بد نگاش نکنه. حالا خانم اینقدر بزرگ شدن که ماشین سواری میکنن، تعقیب و گریز میکنن، که چی؟ که مامانش چلچلیشه. غیرتی شدی ها؟ خوبه والا. دیگه تعقیبم نکن. به موقعش همه چی رو میفهمی. موقعش الانه. بگو کیه؟ نمیتونم بگم. ازم خواسته به خاطر خودت بهت نگم. پس دلش برای منم میسوزه. میگه خجالت میکشی. خیلی دوست داره. منو دوست داره. پشت گوشام مخملیه، بچه خر میکنه. ار خیلی دوست داره. به گونه بده خیلی. خوش باشی سیروس، آدم بدیه، به تو نمیخوره. اصلا ازت انتظار نداشتم. سیروس خره کیه؟ چشماش بتونه افته خیلی قشنگ پدر سخته. چرا بابا انقدر دخترشون رو دوست دارن؟ بابا میگه هرکی دختر نداره لذت پدری رو نمیچشه. بازم داری زد میکنی؟ آره دیگه. سلام آمد به جونم هر سی یک بار. دوتا شید چی؟ غم یار و غم یار و غم یار. چقدر چهراتون رو تو ذهنم مرور میکردم، زیر مشت بگردم. برای سلاماتتون ختم هزار صلوات میگرفتم. وقتی اوسرا آزاد شدن گفتم امیر حسین داری میری که هوری و مریم رو ببینی. تموم شد. اشتالا بهتر که باشم به هوری هم میرسی. تا که مربون شکل بابای هوری میرم. تا که تا وقتی کاملا خوب بشم. بازم ازت خواهش میکنم نظر دخترم من این شکل ببین. خب حالا یه سورپریز برای بابای هوری. بس بزنم پایی برم. مامان این چرا سفیدای من کو؟ بایدیرم شد. ای وای این که لنگه به لنگه هست. بابا یه لنگه به لنگه میبوشه که هی به لنگه میگه که هرچی زنگه همه مال پای لنگه، همه مال پای لنگه. واسه نونه، واسه نونه جرابای من کدومه، جرابای من کدومه. ماما جراب میخوام. ماما دیرم شد به خدا. من خیلی خرم مگه نه؟ مامان بیاریمش. میگه نمیخوام بچه‌م منو اینجوری ببینه. میخواد چند ماه دیگه که حالش بهتر شد بیاد خونه. حالا نوبت دل منه. دلم میخواد همین حالا ببینمش. مامان دلم براش یه ذره است. خواهش میکنم آدرس بیمارستانو بده. به یه شرط. اگه تونستی بشناسیش میبینیش. اگه تونستی بشناسیش میاریمش.
نگرش دار. بگی برش داری بیاری. برش داری بیاری. برش داری. بفرم. بفرم. مشکل ارگانیکی در سیستم بدنش دارد. این آقای ترابی ما در ضمن اینکه دچار موج گرفتگی هستن، در این قسمت مغزشون ترکشی دیده شده که قابل درآوردن نیست و با کوچکترین استرس فعالیت خودشو در این قسمت شروع میکنه و باعث میشه که ایشون زمان و مکان رو از یاد ببرن و دچار دیسترس کامل بشه. بشین بابا. چشم. دست درد نکنه. دستپخت خودت بود؟ البته به پای دستپخت مریم خانم شما که نمیرسه. چطور بود؟ هر شبت که هر گلی یه بوی داره. خب پس عرض شود که این بو مال گل رستوران محلمونه بابایی. من خیال کردم که خدا بیامرزه خانم جانم. خدا رحمتش کنه. اونم خیلی رستورانی بود. هنوز نگفته مهمون داریم یه قابلمه رو میزد دست دید امیر روستان به پر برو بگیر بیار. اونم حالا آشپزی نداشت. حالا آشپزی نداشت برای یه آش بس ما بخ که خدا وقتی نبودین نبودنتون همه جا بود. چراغ خونمون خاموش بود بابا. چراغ و شمع سوسوزنم نیستیم بابا جان. چراغ اندازه همه عمرم ندیدمتون بابایی. ولی من به اندازه همه عمرت تو مامانتو ذهنم دیدم.
اول منو دیدیم بعد مامانو، یا اول مامانو؟ چرا که من واقعا به والله اون موقعی که میومد بیمارستان تو چشماش میدیدم، تو رو میدیدم. درسته؟ بیماری شما مسئله مهمی نیست که اینقدر غیبت صبر و کبرا برای جیگر گوشتون چیدین. الو، خوب از سیروس انتقام گرفتی، همو سرش آوردی؟ الو، بله. جوانای امروز نصف عمرشون پای تلفن میگذرونه. این هم یه جور جوانی کردنه دیگه. مگه ما جوان نبودیم؟ چرا بودیم، ولی تلفن نداشتیم. زنگ در خونه ها رو میزدیم در میرفتیم. میخواستی زندگیمونو جهنم کنی؟ همه رنگ نداره خانم مزخرف. طلبکاره یا خواستگار؟ اوریه جان، نر بذار تو آشپزخونه. الو، موبایل قطع میشه. چیکار میکنی دختر؟ الو، مزاحم تلفنیه. چیه صدام تغییر کرده؟ دلت میخواد منو ببینی؟ پشت در خونتونم بیا. مزاحم تلفنی داری؟ یکی دو ماه. زنی یا مرده؟ نه مرده، حرف نمیزنه. چشماتو باز کن. وای بی بقلا قش نکن خانم، بهتون تبریک میگم واقعا. چشماتون روشن. چه خبره؟ چرا این کوچه رو تا اقماسا چراغونی نکردی؟ خیلی سوت و کوره. سلام، پس تلویزیونا کجا؟ سلام، من اومدم راجع به مشکلات جوونا مصاحبه مطبوعاتی کنم، حجابم که قابل پخشه. دختر همسایه‌مون یه ذره شیرین میزنه، گفتم یه ذره شاد چی بشه. اینا کیه؟ بابا برادرمه دیگه، گفتم دف میزنه. گفتم با دوستش بده زنی مرسی. قربان، خیلی خوش اومدین، خیلی خوشحالیم که میبینیتون، خیلی خوش اومدین به وطن. با اجازهتون قربان شما خدا. من میارمش میتونم. دف و من بردم، ماشین رو پارک کن بیا. سلام علیکم. خیلی خوشحالم. بفرمایید. با اجازهتون. خواهش میکنم بفرمایید. بابا چه سورپرایزی. آدم بعد از این همه سال چشاشو باز کنه ببینه خدا از آسمون براش یه شوهر فرستاده. سلام مریم خانم. من سانازم، همسایه کتینا. خوبین؟ خاک بر سر نامزد سابق بیلیاقت من. ببینم اونجا چه خبره. خب بچه جون خوب هستین؟ ساناز جون، کتی جون چطوری؟ خانم ترابی شما بفرمایید به آقاتون برسیم. ما خودمون چیز پیدا میکنیم میخوریم. میدونید که من اصلا اهل تعارف نیستم، همینا رو گرم میکنیم دیگه. الهی قربونتون برم، من خودم آماده میکنم، بفرمایید. اگه زحمت زنگ بزنم رستوران پول هستا؟ برو زنگ بزن. خانم دارم شما که میدونی هوری موری ما شوخه کم، شما به دل نگیرین، اگه نه محله که دست باخته شما. نه من که بابام خیلی زود ایشون مرحوم شده هستن، ولی یه خانجون داشتیم خدا رحمت کنه، این نشسته بود پا ما، همش هم همه هوش و حواسش به این موهای ما. میگفت چیه؟ من تو دختری مرد باید زنخ باشه، گردن کلوف باشه، سلامت داشته باشه. ما هی از این گوش میگرفتیم، از این گوشی. بالاخره یه روزی یه حاج آقایی بالا منبر گفت پیامبر اعظم موهایشون انقدر بلند بوده که تا سر شونه هاشون اومده. ما هم خوشحال مثل فشنگ شلیک شده سمت خونه که آی خانم جان نعوذ بالله نعوذ بالله، موهای ما مثل موهای بیخم که دیدیم خانم جان با یه قیچی و یه شونه قیستدم در خونه. تا اومدم بگم موام نصف زلفای منو کجکی چید، من زنم زیری که یکی میگه دیگاه این آدم خودمونم قیستد رو زار زار گیریم کنه. چنگ موهای من گیسای مام دستش، ای چه چیزایی رو سر چه چیزایی علکی بحث کردیم،
چه چیزایی مهمی رو ازش قابل شد. وقتی به خریه کتایی نداره موسیقی درمانی علمه. این روزا که روزای رقاصی نیست. تو هیئت محله ما بچه ها ارگم میزنن. راست میگه. عزاداری رقاصی وقت داره. راست میگه. رقاصی یعنی چی؟ بابا من به افتخار اومدن سردار حال کنیم. راست میگه. اوریه که چی نمه سوت و کور. خیلی ارادت داریم سردار. سلامت بشین. سلام دوباره. سلامت بشین. بچه تموم شه شام حاضره. اول شام بخوریم. آماده آماده که نیست. تموم شه میارم. شما رزمی کار میکنین؟ رزمی، یوگا، حرکات موزون. کنکورم شرکت میکنم قبول نمیشم. آخه پارتی بازیه. امسالم قبول نشم باید شوهر کنم. بعد فکر نیستم. یخمیم دیر شد. بابا سردار کی لیاقت ما رو داره؟ شما که نبودین ببینین ارزش ها. ارزش ها سیاسی کاری و دستکاری شدن. توسعه مدنی، طالبان، دموکراسی، غرب، بروکراسی، اداری. یه مش به سر قیمتی دانشگاه که محل کسی نمیذارن. یعنی ما دیگه؟ نه عزیزم، شما که هنوز بچه. سردار زدی تو آتش. زایه شدیم. امید چیزی بزن. یه چیزی بزن به اون در. باشه چشم. باجزه شما. کلاس معلم میکنم. آقا جان بروی بیاد میرم. ببین اگه اینجوری باشه میفهمم مزاحمم، ول میکنم میرم هم آسایشگاه. نکن دیگه. الان چند روز علاف من شدی؟ بس دیگه مهمونی. خیلی ممنونم، خیلی ممنون. وگرنه شال و کلاه میکنم همین الان میرم.
بیمارستان اونجا دیگه خجالت هم نمیکشم. حالم خوبه. قرصم خورده؟ نه دیگه آوردم بخوری. خوبه ده بخوره. آه. بلش کن من میخورم. آه آه. برو میخورم. پزشک مصرف نشود، دور از رطوبت و کمتر از 30 درجه سانتیگراد دور از درشت. بله سلام سردار بزرگ، چطورن؟ الو، یکی اینجاست میخواد با هاتون صحبت کنه. چطوری مرد مجاهد؟ برای خیلی ها پدری کردی، ولی حیف که همه شون زیر خاکن. اگه نه حتما حق پدر معنوی که به نولان سوزی افتاده رو ادا کرد. شما کی هستین؟ دوست داری کی باشم؟ یه دوست قدیم. دوستای قدیم من یا زیر خاکن یا حافظ خاک. درد تو بگو. خانومت بهت گفته تو این مدتی امیر حسینی دیگه ای داشته؟ خبش خدا مریض داری؟ تو رو به خدا یواشتم. جان دستت درد نکنه. لیلی و مجنون مام هستیم. ما حالا خانم راننده یه جا نگه دارین لیلی و مجنون یه نهاری بخورن، یه نمازی بخونن. آره بابا یه دستشویی برن، ای قرص با چای، ای قرص با آب. چشم بابای مامانی من و مامان خانم، داریم میرسیم. گوز نکن صاف بشین. شده این من خوبه؟ نه دیگه اونجوری. ویلا تو جنگل، ویلا کنار ساحل.
سرما نخوری. حالا این دانشگاه هوریو کار تو چی میشه؟ جون امیرحسین بذار به هوای تو ما هم یه نفسی تازه کنی. بابا هوریو یه چند ماه دیرتر خانم مهندس میشه، من هم چند ماه دیرتر پیر میشم. کلی مرخصی طلب کارم. قرصم خورده؟ آره خوردی. آقا این میز خصوصیه. خیلی مزاحمتون نمیشم، مهموناتون بیان میرم. مزاحم مزاحمه، کم و زیاد نداره. این میزم تا یه سال رزرو سرورتونه. سرور مواظب دستت باش، چاقو تیزه. بله. الو. جای خوبی نگه داشتی. حالا کجا میری؟ از واقعیت فرام میکنی؟ کدوم گوری هستی؟ اگه دستم بهت برسه بلایی سرت میارم که مرغای آسمان بالت بیاری. نه عصبانی نشو، خیلی هم دوروبرت نچرخ، منو پیدا نمیکنی. نباش، بازم به زنگ میزنم. یه فیلم ویدیویی از خلوت مامان جونت با سیروس دارم، ببینی ازم تشکر میکنی. فعلا خوش بگذاری. حیف این آب و هوا نیست بابا، صفا کن. ویلا کنار دریا، ویلا تو جنگل، ویلا ویلا داریم، ویلا ویلا ساحلی، ویلا داریم، ویلا 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 تو جنگل، ویلا کنار ساحل. ویلا خانم ویلا میخوای؟ ویلا داریم، ویلا ویلا داریم خانم، ویلا ویلا جنگلی داریم، دریایی داریم. آقا جون این میز خصوصیه، رزرو شده. بفرم. ببر. بخشیدم. خیلی ممنون. آیسان قابل شما نداره. با این قیمت برای سما بهتر از این پیدا نکنیم. دست شما درد. اینجا هرچی بخوان هست. سوپرمارکت داریم، بازار سنتی داریم. هرچی بخوان اینجا، از شیر مرغ گرفته تا جون آدمیزاد. اینجا جون آدمیزاد کیلو چند آقا؟ شوخی کرده. از اون لحاظ. البته چیش ماهواره مگه بخوام برایتون فراهم میکنم. البته تلویزیون اونور آبم بده کی نیه. تلویزیون اینور آب چی؟ توری نیه، اما بده محوره نشنه. خوش بگذره. خدا حافظ. خدا حافظ. بابا بریم تو. مارجان
شما سفارش دیگه ندارید؟ تیمارجانی، خارجانی، عمجانی، خلجانی بخرم؟ نه هوریه خانم، سفارش دیگه ندارم. خب اما یه سوال دارم. بفرما. میخوام ببینم جایی به این قشنگی نمیشد مرا زودتر میآوردی؟ حتما بعد این بابا جانت باشه. آو شما به نکته مهمی اشاره کردین. چند آگهی بازرگانی توجه کنی من برمیگردم. بابا جو شما سفارش ندارین؟ چرا بابا، قوز نکن. چشم، خدافظ. خدافظ، سلامت. بوی نگاه کن. سلام خاله جون، شما این؟ بله. وای خرید کرده بودم ریخ. بله شما نیم خاله، انشالله میایم خدمتتون شیراز. یه در گوشی خاله. ببخشین خاله جون، چشم دلتون روشن دیگه، فرصت نشد دیگه. بله نه تنها. خانه دوست کجا؟ کجاست؟ کجا؟ اینو گفت آخرش حفظ نیستی. چند سنه؟ کتی خانم اینجوری ادامه بدی بوشو قطع میکنم. آره حوض میکشیم، نامه هاتونو میرسونیم، نگهبانی میدیم، افتخارم میکنیم. آفرین. یه زنی نزنی ها. شرمندم به خدا. باش تا اموراتت بگذره. ببینم قضیه مزاحمه رو به بابا مامانت گفتی؟ نه نه گفتم. چرا نمیگی؟ این مزاحمه عوضی هم دست بردار نیست. ببین این قضیه مشکل دار میشه ها، بعد جوری پشیمون میشی ها، اینقدر خربازی در نیاد. میدونی چند بار سعی کردم بگم، ولی ما اصلا به خاطر اعصاب بابا اومدیم اینجا که ساکت و آروم باشه. الان نمیدونم بگم چه اتفاقی میفته، میترسم اعصابش خورد شه. حالا شدم گفتم. میدونی من فکر میکنم این یارو میخواد تلکه کنه. تلکه کنه؟ ما چی داریم که تلکه کنه؟ وا قضیه اون نامزد بیلیاقت من واسه یه عکس. خیلی خوب، حالا خیلی خاطره خوبی تعریف میکنه. ببین جونم، یه حسی به همش میرسه، ولی اگه برسه من میگم. آخه چه احساسات لطیف. دوست دارم برم اون زیرو. ها؟ ها؟ روشنایی این کتایون میره گلامون آبده، این نامه رو جلو خونه پیدا میکنه. برای ما کیه؟ برای خود ما؟ برای خودمون، نه برای ما، برای ما. تو رو کشیدن.
من برم سواد از تو ماشین بیارم، یه سر ماهی ارزون و تازه و اینا بگیریم ها. برو بیا جایی نرو، همینجا باش، برمیگردم زود برمیگردم. برادر گرامی سردار سرفراز، جناب آقای امیر حسین ترابی، سلام علیکم. حال که به لطف خداوند به وطن بازگشته اید، پس از بدین وسیله شما دعوت می شود که در روز دوشنبه ساعت فلان جهت تابلوی مرده بودیم خیابون به اسممون بودا. چطوری؟ غریب ما خیابون ما رو گرفتن تا هم از ما قرار کرد. برنگرد اگر نه مغزتو داغون میکنم. فکر نمیکنی اشتباه گرفته بشی؟ ما یه طلبه اشتباه؟ یاد رفته چطوری جوانهای مردم سردرگم کردی؟ یاد رفته آخر دعا کومل بند پوتینا رو گره زدی؟ زانو بزن التماس کن نکشمت. خاک تو سرت برسه دیگه، 40 سال از خدا عمر گرفتی آدم نمیشی. فکر نکردی یه وقت سکته کنم؟ پس دیگه شهادت از اصل شیرین تر نیست. نه خیر، ما قندرم اصلا اصل برام خوب نیست. من جای شمشیر امام زمانو آج کنم و زلجنه محشور بشه. سلام. 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 خاطرات دوران جنگ، نوستالژی. اصلا تو که دیدی؟ بله. تو فیلم قد یه نخود دیده میشه. خوبی داشت بابا. زنگ نزدید با هم بیه. گفتم مزهم نشم دیگه. نخودتم. من برای این ماشین جابجا کنم. بفهم بابا. صاحبخانه؟ یا الله. خوش اومدین، لطف کردین. چرا به خانم بچه ها تشریف نیوردین؟ بچه ها که مرن مدرسه، ایشالله شما تشریف بیارین قوم. تعارف اومد نعیمت بره، فردا حتما خدمت میرسی. قدمتون روی چشم. بیلا که بود هاش خانم، قابل ندونستین. والا به خدا عجله ای شد. با اجازت. خوب موندی؟ بیمم؟ پیر موجی در به داغون. اینگه شرح حال منه هلوی تو دل برو. برو اشکال که نداره جاقا. بعضی از علما حرام کردن، مضاف بر این که دودشم تجاوز به حقوق دیگران.
البته بعضی از علما هم حرام نکردن. اطباء هم راجع به مضراتش نظرات مختلف ده. میری بکنی؟ چایی میری بکنی؟ بله. بله. سلام. بیا فیلم مامان جون تو با سیروس بگیر. خفشو. من تو همون رستورانی هم که بهت قول فیلمو دادم. یه پالتوی زرشکی پوشیدم. کلام سرمه. منتظرتم. الان بده دو تا این خروسکتون پا هست. نه آقا نه اونو دمر کنید تو من میخورم. آقا این چی نمیدنش به تو میدنم خودتی؟ هنوز خودم بده ببینم اون فیلمو. فیلم؟ آره چه فیلمی؟ رسمی؟ رسمی؟ مندی مامانی؟ کفشو من ویدیو کلوپم. میخوای حالگیری کنی؟ آره بابا حال نداری بلای سرت بیارم مصاحبت از سرت بپره. فکر نمیکردی بیام سراغت نه؟ ببین من قاطیم آه بلای سر خودم و خودت میارم. بزن به چاک. باشه باشه میرم میرم. مصاحب مصاحب به مامان من تو اومد میزنی بلای سر میکنم خودت برم کنی به مامان من تو اومد میزنی تحمیل میدم مانو بلم کنی بلم کنی مصاحب پاشو پاشو تو اومد زن بلند شو تو اومد بزن چیه؟ افتادی؟ میلرزی؟ پاشو بلند شو میگم پاشو دیگه
زنگ بزنم به بازگاه. بگی زنگ بزنم به بازگاه. من نزدم. به خدا من نزدم. بگی زنگ بزنم به بازگاه آقا. به خدا من نزدم. شما شاهد بودید. خانم شما بگو. مزاحم شده بود. تهمت زده بود. تو رو خدا یکی کمک کنه. یکی بلندش کنه. آقا بالا خبر. جناب همکارم، بله فرزانه، کجایی تو؟ خب خودت دیدی؟ خیلی خوب، گواهی بیمارستان رو بگیر، اعزام کن پزشکخانه، صورت جلسه کن، اول رویت کن بعد امضا کن، مثل اون مورد نشه. خیلی خوب، خداحافظ. ببریمش؟ متاسفانه مزروبه فوت کرده. سند بیزاریم، خونه، ویلا، چه میدونم، کارخونه. موضوع قتله، فردا میره دادسرای مرکزی محل اقامتش، اونجا قرار وثیقه رو صادر کنه. شما میتونید برید وثیقه بذارید آزادش کنن، ولی الان نمیشه. میتونم ببینیمش؟ البته. آیا احمدی؟ سلام. سلام بابا. سلام بوریه، نترسی بابا، همه چی درست میشه انشالله. به خدا من نزد. معلومه که نزدی، کار حرفه‌ای بوده. بابام فهمیده؟ خودت نباسی بابا، همه چی درست میشه. حالش چطوره؟ بابا هم حالش خوبه، خیالت راحت باشه. به خدا من نزد. نگران هیچی نباش، مرده که مرده، برات بهترین وکیلو میگیرم. خودش سالمه؟ چی؟ کی؟ مریم. من گاهی دیوونم، بی خنکی نیستم، بی خبری شده. نترس، به هم نمیرزم. قرصم خوردم؟ چیزی نیست دا، حوریه تصادف کرده، ولی حالش خوبه. به اونی که زده حالش زیاد خوب نیست. بله؟ گوشی رو بدید به سردار ترابی. شما؟ از دوستانم، راجع به دخترتون خبر دارم. بله بله، میگه از دوستای قدیمیته. سلام رفیق عزیزم. به به سردار، چطوری مرد مجاهد؟ بکنم ما با هم حرفامونو زدیم. احسنت، هنوز مغزت کار میکنه؟ فرمایش. با این مغز دیجیتالی و زبون چرب و نرمت مخ خیلی ها رو زدی بردی گوشت جلوی توپ کردی، حالا عقوبت پس بده سردار. تو کی هستی؟ پدر یک گوشت جلوی توپم، یه استعداد، اگه بود یه ستاره میشد. الان ستاره؟ اگه ستاره شناس باشی. کمترین خونبهاش بچته، سردار زرج بکش بسود. الان تو فرودگاه، بی خود دنبالم نگرد.
گفتم بهش؟ بله گفتم تصادف کرده. خوبی سردار؟ شب بخیر. قربان لباس زنه متهم نمیشه. خانم ترابی قرار نبود لباس متهم باشه. آقای قاسمی وکیل پایه‌ای که دادگستری هستم. بله کارش هم خوب بلده. به صلاح حرف ایشون رو گوش بدیم. باشه وکالت پرونده رو میسپاریم به ایشون. حاجی سازشکار بازی در بیارید کار خراب میشه. من بیرو در بایسی بگم به این آقای کرواتی و این همسنگر اصلاح شده اصلا اعتمادی ندارم. ببخشید جناب، بنده نه مشکل مالی دارم نه کمبود مشتری. آی سهرابی از من خواهش کردن که بیام. منم احساس کردم که مسئله ملیه، اومدم خدمتتون که شاید کمکتون کنم. اگه ناراحتین بنده مرخص میشم. دکتر این آقای اسدی ما خودش جز آثار باستانی اسناد ملیه، شما به دل نگیر. باید اینجا بمونید تا رضایت بگیرید. رضایت گرفتن کار خیلی سختیه، حوصله میخواد. نه من نمیفهم. هیچ کی نیه حقیقت رو بفهمه. اطلاعاتی دایره جنایی وثیقه میذاریم آزادش میکنیم. آزاد که بشه روحی خانواده مقتول جریحه دار میشه، اون وقت دیگه نمیتونیم رضایت بگیریم. یعنی تو که مامور اداره عملیاتی لشکر بودی اینقدر عرضه نداشتی بفهمیم؟ ببخشید اصلا این مشکل ملی گذاشت ما حرف بزنیم. خودشون میبرن خودشون هم میدوزن. خب تو بودوز، تو بودوز ببینم چی بودوزی. از طریق پرینت خونه شما جاشو پیدا کردم. خب رفتم نه میس آمارش از طریق داداشش که تو هلال احمره گرفتم. اونجا فهمیدم که داداشه بهش گفته که جنابالی آزاد شدی، اونم کینه شطوریش گل کرده. چرا؟ چرا؟ برای اینکه بچهش تحت تاثیر جنابالی بوده، شاهزاده بوده و همین یه بچه و یه شغل مهم تو گمرک. خلاف میکرده. بچه بهش میگه بابا جان این کار اختلاسه، رشوه است، نکنی کار رو. گوش نمیکره. بچه هم نخو میده، میان آقا رو میگیرن زندان، بعدم اخراج. بعد بچهش که توی گردان جنابالی بوده شهید میشه. اون وقت جنابالی میشی آینه دق، کیناش هم میشه شطوری. امان از کیناجی. یعنی شما هیچ کدومتون ارزه ندارین این بابا رو بگیریم بیارین اینجا؟ به فرض اینکه اینترپول اونو دستگیرش کرد آورد اینجا، ما چی داریم؟ اینترپول و سریم سرخ و این اجازه بدیم. ما چی داریم؟ فقط 4 تا تماس تلفنی با خونه شما، غیر از اینه. ولی اونا اثر انگشت رو دسته چاقو، گردنبند دختر شما توی مشت مقتول، اون همه شاهد زنده که اونجا بودن. اگه رضایت نگیریم متاسفانه طبق قرائن موجود اعدامش قطعی. من شما به آقای سنجری بگو. گوش کن آقای عزیز، من وکیل خانم ترابی هستم. شما به
باز نمی کنم. صد بارم که بیایم همینه. همین در رو واکو قربونت. سلام آجا، چه امری دارید؟ بفرمایید. با اجازه. آجا دست برون. آجا یه لحظه. یه لحظه رو اجازه گیرم بعد آجا. آنتیبیوتیک نمیخواد. داخل سرم هست. سلام آقا. آقا ببخشید. آخونده به ما داخل. چرا داره با کردی مرتی که؟ آخونده با گودم باید شما به دم استخ بیست دو شما بشید دم استخ و اندازشون بیرون درم ببند. چشم آقا. نه وایسا خودم همین الان میام. چشم آقا. مواظب باش. بله بفرمایید. سلام علیکم. آقایون زودتر امرشون رو بفرمایید چون خیلی کار دارم. ببخشید مزاحم شدیم. سوالاست که مزاحمی. چیکارش کنم؟ چه می‌کنم؟ باهاش صدقه بده عجل معلق نیاد سر بچه‌ات. ببخشید، تعارف نمی‌کنید؟ چایی، قهوه‌ای، چیزی در خدمتتون باشیم؟ من رضایت نمی‌دم. حرف دیگه‌ای هم هست. حادثه‌ای بوده. بیایید و مردونگی کنید. از مردی افتادم. دیگه؟ آیشان جری. به قول معروف در عفل عزتی است که در انتقام نیست. اون بنده خدا تو این دهکده مونده که شیخ عزیز. آقای وکیل شیک و کراواتی، رفقای اهل خیر، من رضایت بده نیستم، خودتونم خسته نکنین. این خواد اینجا بمونه بره تهران یا لندن، من رضایت نمیدم. بابا آخی چی میخواین؟ کلافم کردین، از بس همکلاسی و همرزم و چه میدونم همسایه و کوفت و زهرمار مزاحمم شدین. چهار پنج سال پیش زن و بچه هم نابود شده، گفتن رضایت بده، رضایت دادم، لذتش هم برد. پاشنم اومدیم اینجا یه کمی آرامش داشته باشم. سنیک بچم کشت. آی سنجری وفا، به خاطر خدا. اصلا به خاطر خداست که رضایت نمیدم. جواب های هویه. سمت آقا اینو راهنمایی کن تشریف میبره. چشم آی سنجری، عنایت بفرمایید. هوا یک گرفته بود، جادم که پر پیچ و خم، ما هم توی این جاده پر پیچ و خم هی دنده میچاقیدیم. بعد یه هایی چشمون افتاد، دیدیم همون جوری که خودمون جوش آوردیم انگاری که رادیات ماشینمون هم جوش آورد. به اصل مطلب بپردازید. خب اصل مطلب واسه تون تعریف میکنم. یه هایی دیدم یه صدایی اومد، اولش فکر کردم که یکی اون تو داره با همون شوخی میکنه. بعدش وقتی خودم رو رسوندم به پشت شیشه، یه دفعه دیدم که ای دل غافل که بچه مردم تو خون خودش داشت بالبال میزد. چاقو هم دست همین خانوم. دختر سنجر وفا رو همه میشناختن. هر روز ساعت ده میامد اینجا، نهار شامشو میخورد، قلیون سیگارش هم میکشید و میرفت. بعض روزا با دوستاش میامد. باباش هم به این رستورانی سفارش کرده بود که مواظبش باشن. از روز اول که اومد گفت جون آدمیزا اینجا کلی چنده آقا. بعدش هم دیدیم چاقو رو زد تو قلب دختره. چاقو رو کی زد؟ سوال دارم آقای رئیس. بفرمایید. شاهد اظهار میکنن که موکل بنده اومد جلو و چاقو رو زد به قلب مقتول، در حالی که چاقو از پشت به قلب مقتول اصابت کرده و ایشون هم مقابل مقتول ایستاده بودن. قلب بده، پشت رو نداره که. من به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه رضایت نمیدم. فقط میخوام عدالت رعایت بکنی. همین، حرف دیگه اینم. آخر این هفته
حکم رو اعلام میکنم. ختم دادگاه. این بند یعنی غزل خداحافظی رو خوندن. چیه؟ ترسیدی؟ من بیگناهم، اما من هم کشتم هم کمک کردم که بکشن. تمیز ما کار تمیز ما هم که گناه نیست. پا من بیگناهم، کار صاحب کار داره، آزادم میکنه. نترس، یه بار که بیشتر ادامه ده میکنن. اسم چیه ما؟ حوریه. حالا نسیمم چه؟ وجدان نرد گرفتی؟ بابام، مامانم داخل میشن. مامانم، بابام ترتم زندون، فوفول وکیلت اومده، آماده شو بره. بجان گفتی اسم چیه؟ نسیمم. شکلیه؟ همون شکلی که زندگی کردی. دیشب خواب دیدم که خر شدم، چهار تا دست و پا داشتم، گوشم دراز شده بود. تو هم خواب میبینی؟ که خر شدی؟ پول داره دیارو میده، خرش خیلی میره، عجب خری. بدبخت، کارت تمومه، کارت تمومه. وکیل سگ پدر، سابکار حرومزاده پولو نداد. شاکی های سنگ دلم رضایت نمیدن. کارت تمومه. بشین سرجو، چیزی نشه. بشین برو عقب، برو عقب. چیزی گفتم چیزی؟ بشین سرجو، بشین، چیزی نشه. بشین سرجو، چیزی نشه. مراسم شب اعدامه مگه نه؟ با این شم به دنیا اومدم. نه، یه ساله شدم. ماما یادت میگفتی که دومی سال تولدم خرم شهر آزاد شد؟ خرداد 61. دو سه
چهار بابا می اومد اما هیچ وقت نبود. هفت هشت نه جشن تکلیف گرفت. بابا دیگه نیومد. گفتی دشمن میخواسته کرموشا رو بگیره. بابات اسیر شده دخترم. اسم عملیاتش چی بود؟ ها؟ آها خودم میگم. عملیات مرساد. ولی کرموشا که از خونه ما خیلی دور بود. گفتی میاد. تو درس بخون. میاد. بابات میاد. خانم مهندس شو. میاد. باشه. 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 اوسرا اومدن اما بابای من نیومد. بعضی دوستای بابا اومدن یه چیزایی گفتن. مامان سوخت. من آتیش گرفتم. مامان یادته دانشگاه قبول شدم چه ذوقی کردی. بابا اصلا نمیدونست گریه کنه یا بخنده. 17 نه 17 شمرده بودم 18 19 20 21 22 23. بالاخره بابا اومد. منم فوق لیسانس گرفتم. نه خاموش شدم. تولدم مبارک. دست بزنی بابا. وای بابا نگاه کن مورچه رو نگاه. میدونی که مورچه 200 سال عمر کنه اگه البته اعدام نشه. بابای من بابا گوز نمی کنم. به خدا گوز نمی کنم. ببین چرا اینجوری میکنی؟ قول میدم. ببین قول میدم که صاف و محکم نیستم. اینطوری یعنی قول میدم یه طوری همچین راست سلام بیفته تو گردی. قول میدم آبرو تو نبرم بابا. خوش نمی کنم. خوش نمی کنم بابا. گوش کن حرفای تو من یاد اون کسی میندازه که با کلنگ زمین رو میکن با صدای بلند قرآن میکن تا تو کبیر آب بده. اما در این قضیه چی که آب برهوت. اگه این نبود تا حالا دیوونه شده بود مثل تو. بریزم؟ نه نه زمان نکشید. مستی خود این از ماست. ما خودمون نخورده مست مستی. مستی؟ مستا دوست دارن یکی هم واسه شون عربی برقصه مگه نه؟ من یه عمر زحمت کشیدم که خودم و این مردم واسه کسی عربی نرقصه. ولی شما رضایت بده من خودم واسه میرقصم. همچی واسه بشکم بزنم که از این انگشتام خون بشه. رقص خون؟ رقص خون چرا؟ تا کی؟ تا چند سال؟ آقای سنجری وفا من بابام چکیدار امام حسین بود. عاشق امام حسین بود. اسم منم گذاشت امیر حسین. اون شدیم دیوونه حسین. عاشق حسین. جنگ شد گفتن حسینیاش بیان مون رفتیم.
حالا از جنوب به غرب، از کوه به بیابون، این برابر بالاخره اسیرمون کردن. جنگ تموم شد، باز اسیر بودیم. صلح شد، باز اسیر بودیم. این اواخر صدام که سقوط کرد ما آزاد شد. حالا اینه که من عرض کنم قصه هست بر خودم. من دخترم کنچوی ادامه چیکار میکنم؟ چیکار کنم که رضایت بدیم؟ بریم. من یادم برشته شدم، جلز و بلز شدم، بود و نبودم اصلا مهم نیست. فقط دلم میخواد بتونم واسه بچه هم واسه دخترم کاری بکنم. بیا چنش. بیا تا بهت بگم چی کار کنی تا بهت رضایت بدم. چنش. تا این کارم نکردی بهت رضایت نمیدم. اینجا هم نیا چون رات نمیدم. دیگه هم از من توقع نداشت. سراغ من هم نمیاد. حسابش هر دستم در رفته، چقدر خرجش کرد. هر کی تو فکر کنی، هر جا که تو بگی، داخل، خارج، یه تیک ماه بود شده یه تیک گوشت. نه گریه ای، نه ناله ای. دلم تنگ بسه یه ذره خندهش، یه بابا گفتنش. این جیگرم سوخته، انگار یه گوله آتیش گذاشتن اینجا. با مادرش تو ماشین بودن تصادف کرد، مادر مرد، راحت شد. من دارم ذره ذره میمیرم. امیر حسین دیوونه حسین، رو به اون حسینت بگو امیر حسینم دیوونه حسینم. چرا همش من؟ یه بارم تو. ای حسینم، امیر حسینم، برو برو دیگه. دادی بزن، یه اعتراضی بکن، خونه رو بریز برم، بزن برم خونکش. من میدونم من یه ورزه بودم، میدونم نبودم، من فقط برای تو درد زرم.
حاصل همه عمر تو جلو چشمت به خاطر من دارم ازت میگیره. من که شکایتی ندارم. برو مرخص. سلام. باز دوباره پیدات شد دیوونه این حسین. دیشب کربنایی شده. اه؟ انگار آقا رو دیدم. چی شد؟ خواستم بگم ولی روم نشد. خواستم بگم اسیر بودم، دیدم همه اهل بیتش به اسارت رفت. خواستم بگم جهاد کردم، دیدم جهاد من کجا، جهاد حسین کجا. خواستم بگم بچه‌ام، دیدم دستم خالی، دستم خیلی خالی بود. با دست خالی چی کار میتونستم بکنم؟ حالا اومدم بهت بگم من خیلی مزاحمت شدم، هیچ کاری نتونستم برای بچه همون بود. حلال کنم.